با درود بسیار بر همه عزیزان. گاهی اوقات که این علی آقا آهنگای ویژه رو برای من میذاره سرحالم میکنه. اصلا اولش که میگه چطوره گوش میدم و وای 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 دخترای قشقایی دارم میخونم. علی آقا توپ توپم دیگه، پر انرژی و در خدمت شما عزیزان. عجیبه این شما ایران فردا در خدمت شما واقعا برای من یکی از دلپذیرترین لحظه های تلویزیونی است. خیلی دلپذیره، خیلی زیباست. صداتونو میشنوم، پیاماتونو میشنوم. گاهی اوقات صداها میاد خیلی واضح نیست، خسته است، دل شکسته است. هموطن من داره فریاد میزنه، میخواد با من درد دل کنه، فریاد بزنه از رژیم جهل و جور و فساد. این سه صفت رو برای رژیم همیشه بگید: جهل و جور و فساد. رژیم هایی بودن یکیش رو داشتن، داد میزدن مردم، ولی این همه رو داره. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. بزمجهی، بیریختی، بومیدی، آدم خوری، دزدی. نظام جمهوری اسلامی درست کردی، بچت هم میخوای بکنی شاه. تمام اون چی بگم، تمام تصویرهای یک بوزینه رو که آدم خارم هست همه رو با هم داری. خب ملت صداشون در میاد. ببخشید من آدم مؤدبی هستم، ولی فریادم که بلند میشه این رو به حساب این بذارید که واقعا دلم دیگه طاقت نداره، دیگه دلم میترک. چند روز پیش تولد ملکه ایران بود، ملکه پیشین ایران. همون لحظه پیش خودم فکر میکردم آقا ما این یک بانوی هنرمند فرهیخته پاریس درس خونده، این ملکه ما بود. حالا آبجی خانم زن رئیسی شده که اون انگلیسی حرف زدنش اینا درد میاره آدم، آدم رو کلافه میکنه. بانویی که جشن هنر رو افتتاح میکرد و حالا اون مردک میاد میگه بله اگه ما بریم جشن هنر میاد. گورتون رو گم بکنید که در تمام کشور جشن هنر و فستیوال توس و فستیوال تهران باشه. همه کشور از دانش و فرهنگ و موسیقی و شعر و هنر سرشار باشه. برافتد این ریشه روزخان شما. عصبانی شدم آن ابنت. یه پیام کتبی میخونم آرامتر میشم. میخونیم یک پیام کتبی رو برای شما. با سلام خدمت جناب دکتر نوریزاده و کلیه همکاران تلویزیون وزیر ایران فردا، در پیام گذشته که شما لطف کرده و در برنامه شما ایران فردا خواندین، در جواب پیام من فرمودید در مورد آن افرادی که از رژیم بریده نباید واژه صادراتی حکومت به کار برد. جناب دکتر، درست که شما پیر محفل هستین، ولی ما در ایران از دست این گونه افراد و مصاحبه کردن آنها به واقع خون گریه میکنیم و تقریبا اشراف کامل داریم. من چند تن از این افراد را به عنوان نمونه نام برم که شما بفهمید از نظر شما خائن به ملت هستن یا خادم. دکتر عطاالله مهاجرانی، دو ملیحه محمدی، سه شهرزاد میرقلی خان، چهار عبدالکریم سروش. یک بار برای همیشه وضعیت این افراد رو از نظر شما بیان فرمایید. من به اعتقاد شما ایمان دارم. دوم، شما محمد نوریزاد را با خانم میرقلی خان مقایسه کردید. آقای نوریزاد یک انسان آزاده بوده که به راستی از گذشته خود توبه کرده، از اون توبه های نسو که محسن مخمل با فیلمی از اون ساخته بود. باز هم از برنامه های خوب شما، چه پنجره رو به خانه پدری، چه شما و ایران فردا، کمال تشکر دارم. زنده باد ایران و برافراشته باد پرچم سرنگ مزین به شیر و خورشید. ارادتمند شما الفره از شهر همیشه بارانی. ده خوشم میاد از این همیشه بارانی که میگی. باران نشانه سرشاری است. باران واقعا در طبیعتش هیچ نوع
جفایی نیست. عباس پهلوان عزیزم قرار افتخار میزبانیش رو داشته باشیم در لندن، میگفت که بارون که میاد تو تهران، بارون اول که میزنه درست مثل اون موقعی که لوتیه یه استکان عرق میخوره بالا، یاد زیبایی ها میفته، خوشش میاد. میگه آقا 15 ساله که عاشق شدیم بارون اول تهران. بارون ادامه پیدا میکنه، وسطش یاد قصه هاش میفته. آره مادرم حیف رفت، گریه میکنه و بارانم شدت میگیره. اون شهر داره گلی میشه، جوه آب سر میره میاد. اون وقت که دیگه خیلی شدید میشه، موقعی که اون داشت مجلی چاقو میشه، تهران هم دیگه بارونش کلافه کننده. ولی عزیزم اسمایی رو آوردی در این جمع، من خانم مریه محمدی رو میشناسم و مطمئنم مزدور نیست، مطمئنم خائنم نیست. خانم محمدی و یه عده دیگه از دوستان چپ ما خیلی از غربت نشینی خسته شدن، بعضا برمیگرده به سالهای قبل از انقلاب، در سن و سالی هم هستن که واقعا دلشون میخواد برگردن به وطنشون. شما خانم محمدی رو اگه زندگیشو بدونی هرگز فکر میکنی یه همچه انسانی میتونه خودفروش باشه؟ نه نه، با اعتقاداتش مخالفی، با نظراتش منم مخالفم، ولی هیچ وقت توهین بهش نمیکنه. همینطور آقای سروش، عبدالکریم سروش اعتقاداتی داره. آقای مهاجره منی جدا کردم چون با اون کاری ندارم، ولی آقای سروش یه اعتقاداتی داره، باوری داره، برای خیلی آدم عزیزیه. اون کسانی که اون اسلام رو میخوان و دنبالش میرن، دنبال حالا اسلام عرفانی افتاده، یه جایگاه هم در جهان پیدا کرده، اظهار نظر صریحی هم در مورد سیاست نمیکنه، جز یه عبارتی که فکر میکنم حتما هم پشیمان شد که خمینی از همه پادشاهان و رؤسای ایران با سوادتر بوده، در حالی که خمینی بی سوادتری نشون بود. شاه سلطان حسین صفوی هم سوادش از اون بیشتر، خمینی بی سواد بود. اون طرز حرف زدنش، هر کی کتاب فقه خونده با سواده، پس باید بگیم رئیسی هم با سواده دیگه، 6 کلاس درس خونده، نمونهش هم داره پس میده بهتون که در کجاست و چه میکنه. یک پیام شفاهی رو بشنویم. شفاهی گویان اعتراض نکنه. میشنویم علی جان. جناب آقای نوری‌زاده با درود و ارادت خدمتتون عرض کنم، استحضار داریم که بیت رهبری با خزانه ارزی که درست کردن که تمام درامت های دولتی و درامت های پنهان و آشکار رو الان در اونجا متمرکز کردن و حتی با حکمی که به آقای مخبر دادن تقریبا خزانه رو یک کاسش کردن. دولت، خزانه های دولت به اضافه خزانه بیت رهبری، که اینا همش تبدیل به ارز میشه و دیگه مسئله دلاری چمدانی رو همه میدونم. خدمتتون عرض کنم اینا برای درآمد متوسل به تمام راه ها میشن، راه های حتی خلاف شهر، مثل راه اندازی قمارخانه و مراکز فحشا و اکلای شهر و حتی هلدینگی که راه میندازن، راه انداختن که هدفش تمام ذخایر زیرزمینی و ثروت های ملی ایران. من نگرانیم از اینه که از محل این درآمد ها روی دادستانی سوئد برای پرونده نوری تأثیر گذاشتن، چون که رشوه دهی یکی از خط مشیاشونه. یادمون نرفته که پولی که به محمد البرایوی چندین سال پیش پرداخت کرد. و خواهشم اینه که در مورد پرونده نوری یه مقدار توضیح بیشتری به ما بدیدیم. بسیار سپاس دوستان. ممنونم دوستان. اجازه بده من یک مقدار درباره
این محفظه آقای خامنه‌ای براتون بگم. اینا دو محفظه دارن، یکی محفظه بانک مرکزی، غیر از اون ذخیره جای مرکز ذخیره ارزی و طلا و غیره، یه محفظه ویژه دارن. امیر عبداللهیان که میرفت لبنان، دو روز قبلش با رئیس بانک مرکزی جلسه ای داشت، دستور مقام معظم به او ابلاغ شد. موقعی که میرفت 88 میلیون یورو در چند صندوق درست شده بود برای حزب الله، 20 میلیون فرانک سوئیس و با یه مقدار یورو و یه مقدار درهم امارات، اینا هم جمع شده بود برای جهاد اسلامی و برای غزه حماس و همینطور گروه صابرین که شیعه های غزه هستند. برای فلسطینی ها بعد از این ورشکستگان هم مثل خانواده احمد جبریل که خودش به درک واصل شد یه مقرری گذاشته بودن. حالا این مستقیما از بانک مرکزی رفت. حالا یه وقت آقای خامنه ای مهمانانی داره، میرن اونجا وزیر فلان کشور آفریقایی یا مسئولی از کشورهای عربی یا چیزهای دیگه میرن اونجا. موقعی که دیدار با آقا میکنن، موقعی بیرون رفتنشون آقای وحید حقانیان دنبالشون میره در اتاق دیگری، کیفی بهشون میده، میگه آقا اینو فرمودن متبرک هست، مال نظر کرده امام زمانه. گفتن اینو خدمتتون بدیم برای فرزندان عزیز. بستگی به ظرفیت و جایگاه اون آدم داره. یه وقت طرف مثلا وزیر افغانه، 500,000 دلار میزن بهش میدن، یا عراقی همینطور. یه وقت هست نه، مثلا طرف از یه کشور معتبر میاد، از کشورهای عربی، اون میشه 1,000,000 دلار، 2,000,000، 3,000,000 دلار. اینا از اون صندوقخانه میاد بیرون. منزل آقای خامنه‌ای در خیابان آذربایجان منزل جالبی است، دیدنیه، از اون منزل‌های قدیمی تهرانه که بیرونی اندرونی داره، بعد درستش هم کردن، خیلی خانه تمیز و شیکیه. قصر نیست، چونشون قصرش جای دیگه است، ولی خونه بسیار آبرومندیه که معمولا حاجی‌های بازار تهران از این، من خونه آقای شبستری زاده میرفتم امیریه، یه همچی خونه‌ای بود. مرحوم حاج آقا رضا زنجانی همچی خونه ای بود، که خونه پدر بزرگ هم همچی خونه ای بود، بیرونی اندرونی و برا. این که شما می فرمایید یه واقعیت، و این حالا اینا بعدن چه برنامه ریزی و نقشه اونو هم اینا دارن، اینا حالا چیزای فرعی که ظاهرن به اون اصل موضوع تکیه نمی کنه. در مورد دادگاه آقای حمید نوری، سوئد که بورکینافاسو نیست، سوئد که مثل کشورهای مسلمان نیست که تو بری پول بدی و بخری، نه، اونجا اولا دستگاه قضایی بسیار پاک و آزادی داره، و در ثانی این که مسئولانش خریداری نیستن. شما یه قاضی سوئدی رو میخوای چجوری بخری؟ چک سفید داره. تو بریتانیا قضات بالای دیوان عالی چک سفید دارن، خودشون مینویسن هر چقدر هزینه لازم دارن. تو امریکا هم همینجور. چه رشوهی میخوایم بهشون بدیم؟ نه، حمید نوری محاکمه میشه. الان هم یه سوئدی رو در ایران گرفتن، گردشگر سوئدی که آبجو خورده، حالا باید بگردن یک دمدرشت و چاق پیدا کنن که بعد بتونن تاخ بزنن. حالا باید صبر بکنیم ببین. پیام کتبی دیگری را میخوان. با سلام و درود دکتر نوری گرامی و به شما و دیگر عزیزان دستن در کار تلویزیون ایران فردا. هوای پس و نفسگیر استبداد، حالا پس منظورشون بوده لابد، استبداد سیاه نعلین چنان بر این سرزمین سایه و سلطه گسترانده که تو گویی نای حرف زدن و سخن گفتن نیست. انسان میماند از چه و از کی و چه چیزی سخن بگوید. هرچند امروز ما هرچه فریاد داریم باید بر سر این حکومت نالایق و سرکردهش برآوریم.
این همه اعتراض، این همه نارضایتی، این همه بدبختی از هر لحاظ و سطحی کشور و مردم این سرزمین را گرفتار کرده، این همه داد و بیداد گویی رهبر اصلا نمی بیند و نمی شنود. یک پارچه سنگ سیاه، آقای خامنه ای چه کار کردی با این سرزمین و مردمش؟ چه بر سر این ملت آوردی؟ هیچ میفهمی؟ مگه منابع و مخازن و ثروت ملی این کشور ارثیه پدرت است که اینطور ولخرجی های کلان میکنی و دست همه را باز گذاشتی مثل خودت بچاپند و غارت بکنند؟ چرا نمیفهمی که این ملت ولی نعمت شما هستند؟ چرا دین را ملعبه کردی؟ چرا قرآن را دام ریا و تزویر کردی؟ چرا نمیفهمی که هوسبازی های تو 60 میلیون نفر گرسنه و سوء تغذیه این مردم و کشور کردی؟ سوء تغذیه و بیمار و بدبخت درست کردی و هزار بدبختی گریبانگیر این مردم و کشور کردی. مگه وقتی این مقام من درآوردی رو غصب کردی چه آورده بودی که امروز منابع و زندگی این مردم را بر باد می‌دهی؟ خوب است کمی اندیشه بکنی. این مردم بازیچه تو نیستند، از دو حال خارج نیست، یا شعور درست حسابی نداری و یا اینکه بی خلقت و خالق به خلقت و خالق اعتقاد نداری. با سپاسگزاری از شما جناب میرزاده. عزیزم تردید نکن اعتقاد ندارم، تردید نکن اعتقاد. دوستی به من میگفت، من پاسخش دادم که بله اینجوری اینا باور دارن که این راه خداست. نه، به خدا باور ندارن. شما تردید نکنید، یکی از این آخوندهای حاکمیت نه به خدا اعتقاد داره، نه به محمد، نه به علی. شما فکر میکنی مثلا آقای علم الهدا به امام حسین و حادثه کربلا اعتقادی داره؟ واقعا فکر کنی جنتی مثلا عاشق امام حسینه؟ اگه دیدی تو روزخونی جیغ میزنه، جیغ خوشحالی از این پولایی که گیرش اومده که در 100 سالگی داره حال میکنه. شما برید در زندگی کثیف اینها متوجه میشید که اینا به خدا اعتقاد ندارن. هیچگاه اینا در این 43 ساله یک رکعت نماز از سر دل ندیدن، نخوندن. نماز شام غریبان به گریه آغازم. شما فکر میکنید اینا درکشو میکنن؟ اصلا میفهمن یعنی چی؟ اون باید شعر شعیا رو خون، من نمازم تو رو هر روز دیدن. اون نماز رو باید خوند، نه این نمازی که اینا میخونن. این نماز نیست، این دروغ فریبکاریه. مطمئن باشید فریبکاری. اعتقاد ندارم. یک پیام شفاهی رو بشنوید. با عرض سلام خدمت آقای نوری‌زاده، خیلی ممنون از برنامه های خوب شما. تمام برنامه های شما رو من دنبال میکنم. برنامه هاتون تمام برای مردم ایران دوست داشتنیه. من تشکر میکنم از شما که شما بهترین برنامه سازان و با امکانات جزئی که دارین دونستین تمام رو جمع کنید یه جا، و این واقعا قابل تقدیر و تشکر فراوانه. آقای نوری‌زاده، من از شما میخوام تو برنامه شما با ایران فردا این آقای رنگارنگ، برنامه رادیوی رنگارنگ یا تلویزیونیش که بودش، هنوز هم ادامه داره، یه شخصی بوده به نام داور ویسه. خواستم ببینم که این کی بوده. شما جان افراد و بیوگرافیشون رو خوب میدونیم برای حقیقت مردم اینا کی بودن. این شخصیت آیا واقعا مرده و
یا رفته ایران، مأمور اطلاعات بوده، مأموریتش تموم شده که خودشم تو برنامه ها اصلا نشون نمیداد. خواستم ببینم شما یا اینو دیده بود اینجایی، خودش اگه اسم مستعار بوده یا واقعی بوده نمیدونم. این بوده داور ویسته برنامه رنگ و رنگ. دوست دارم پاسخ شما رو های نورزاده بشنوم. ممنون از برنامه های خوب شما. بهرن خدا نگهدار. ممنونم دوست من. یکی از همکاران من گفت صداشون متفاوته، احتمالا از یک گوشه میهن ما هستن که لهجه‌ای دارن. دوست من داور ویسه تا اونجا که من میدونم به رحمت خدا رفته، درگذشته. تا اونجا که من میدونم و شنیدم، ایشون یک آقایی بود که کار فرش و اینا میکرد. بعد پشت اون مغازه فرش فروشی یه اتاقی درست کرده بود و میکروفون و غیره میذاشت و از اونجا برنامه های پخش میکرد. و خب من اصلا باورم نمیشد که انسان میتونه برنامه رادیو تلویزیون اجرا بکنه و از آغاز تا بامداد حرفای رکیک بزنه. من اصلا باور نمیکردم میشه همچی کاری، ولی شد. یه عده هم طرفدارش بودن، میرفتن گوش میکردن. ولی یک مورد رو من هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت، که شنیدم، این رو خودم شنیدم. ایشون داشت صحبت میکرد، یه خانومی بهش زنگ زد. بعد به این خانوم خیلی هم مثلا دوستانه میست که میشناختش، گفت قربونت برم تو میتونی یه 10 دقیقه بزنی ما بریم یه دودی بزنیم برگردیم. و دوست دیگری که میشناخت گفت آره میره اون پشت دودی میزنه و برمیگرده. ایشون رفت، طولانی شد، به جای 10 دقیقه ایشون نیومد. و این خانوم هرچی دلش خواست گفت. دیگه من دل و رودرمو گرفته بودم، از بس خنده‌دار بود این خانوم. چیا میگفت؟ اصلا چیزایی که آدم از زبان یه بانو محاله بتونه بشنوه، بگه هم چیزی. این خانوم میگفت شرح کامجوه خودش، حالا هرچی بود ایشون تعریف میکرد. بعد یه دفعه آقای داور رسید، داد زد فلانی فلان فلان شده، من به تو گفتم بشین با مردم حرف بزن، نگفتم بیا این چیزا رو تعریف کن، صدا تو ببر، خجالت بکش. اون خانومم از اون ور بهش گفت داور جان چته، جنسش بد بوده مثل که امروز؟ گفت آره پدر سوته خیلی بد بود، 400 دلار هم از ما گرفت ولی خیلی بد بود. حالا من اصلا یعنی پیش خودم میگفتم بالاخره در امریکا کنترل میکنه، اینجا ما آفکام داریم، شما یک حرف نادرست بزنی فردا نامه آفکام میاد پیشت و اگر خارج از اون تعهدات و التزامات و چارچوب باشه مانعت میشن. چارچوبش این نیست که جلوی حرف سیاسی شما رو بگیرن یا مانع از این بشن که شما ابراز عقیده بکنید، نه، اگه شما از تروریسم حمایت کنی، اگر شما صحبتهایی بزنی که حرفایی بزنی که از اصول اخلاقی به دور باشه، حرفایی بزنی که یک جوان بیننده یا شنونده اگه گوش میده آزرده بشه. والله شما راجع به سیاست بیا، راجع به نخست وزیرش هر چی دلت میخواد بگو، راجع به ملکش هم بگو، چی کاری نداره. ولی اگه اون چارچوب رو رعایت نکنی خب جلوتو میگیرن. تو امریکا هم همینجوره، ولی من نمیدونم اینا به هر حال میگفتن اینا توی آفکام یا توی لایسنس ندارن، همینجوری رو هوا میدن. اینجوری هم میشه. یه وقتی براتون اینم بگم، حسین قویمی عزیزم رادیو اسپکتروم رو اینجا درست کرد، با هم کار میکردیم. بعد یه تلویزیون هم اومد که خیلی هم خوب بود، اولین تلویزیون ماهواره‌ای بود که ما داشتیم، که همون فجر و بامدادان دان تیوی. اون زمانی که رادیو بود، این رادیوهای اف ام، بچه های از این رنگین پوست های انگلیس درست کرده بودن که
حالا ما هم نمیدونستیم مثلا اونجا میرفت حسین برنامهش اجرا کنه، یه کرایه یه میداد بهش، یه پولی میداد. و این نگو اینا سیمو بردن از پشت ناودون بردن اون بالا رو پشت بون، یک دکل چیز زدن، یه دونه دیش زدن و از اون طریق داره پخش میشه. و یه روزی که اونجا ریختن خیلی اسباب زحمت بود، برای اینکه قویمی که نمیدونست، قویمی قانونن پول داده بود و اون ستاپ رو کرایه کرده بود برای یه برنامه تلویزیونی. از این درنگ کوتاهی بکنیم، دختران قشقایی برامون بخوانن، گوش میدیم. واقعا درود بهتون دختران قشقایی، نازیلا نغمه، فرزاد سفری عزیزم که چقدر زیبا تنظیم کرده بود، یا آهنگ فولکلوریک رو اینجور بین سازها قسمت کرده بودی و آواز. سید علی آقا، بر این ملت نمیتونی پیروز بشی، نمیتونی. یه مقاله میخوندم فوق العاده بود، دکتر ملایری نوشته بود که در صدر اسلام عرب ها نه پادشاهی داشتن نه دیوان، تو بیابون بودن چهار تا شتر و غیره. ایرانی ها بهشون رسوم پادشاهی و امپراتوری رو آموختن. مثلا هارون الرشید عاشق انوشیروان بود، یا مأمون خسرو پرویز رو خیلی دوست داشت. بعد اشاره کرده بود که بعضی از این اندیشورزان ایرانی که در عنوان دبیر در دستگاه اول خلافت اموی و بعد عباسی بودن، رسوم شهریاری رو به یاد دادن. هارون جشن نوروزی می گرفت، یادشون دادن اصطلاحات و واژگانی که وارد زبان عربی کردن، همه از واژگان دری بود، درباری، فارسی دری، درباری. خدایا این ملت حالا باید بیاد یه مش روزخون بر سرش حکومت کنه. این روزخون رو ما آدم کرده بودیم، منتها یه دفعه افسرشون پاره شد ریختن این بازی ها رو در بردن، والا رضا شاه آدمشون کرده بود. افسوس، متاسفانه که درد به ما افتاد، نسل ما، نسل قبل و بعد ما اینجور. واقعا واقعا دلم میسوزه نگاه میکردم آقای بنی صدر رو، خودش مخالف شاه، توی فرانسه تو کنفدراسیون علیه شاه تظاهر، برادرش زندیات بنی صدر دادستان کل تهرانه، دادستان ایرانه، فتح الله خان و دادستان کل. ای آقا این برادرش رو اونجا اشکال نداره، برادرش خب برادرش آدم محترمه، داره کارشو میکنه، خیلی هم کارش خوب میکنه. و من یادم نمیره ادهی که از شخصیت های مثلا جبهه ملی، دکتر سنجابی، مشاور وزیر علوم، مشاور وزیر علوم، شما چی میتونید درباره همچی آدم بگید؟ آقا مخالف شاه بوده، اونجوری بودم. ولی واقعا من وقتی نگاه میکنم اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. این آدمخواران رو بخوایم با رژیم سابق مقایسه کنیم. یه پیام شفایی به من بدید. سلام برنامه های نویزاده، هشت نوشید از برنامه های خوبتون. بسیار خوشحالم که با شما های نویزاده صحبت میکنم و برنامه های شما درسته برنامه های آموزنده خوبی، برنامه های سیاسی هستیش که میتونه به بلوغ فکری سیاسی مردم ما کمک کنه. آقای نوزاده ما همگی مردم تلاش های جوانمردی شما هستیم و مشخص شما خواه امکانات کم و بودجه کم میتونیم برنامهتون رو با سختی اجرا میکنیم. ما بسیار از تلاش شما تشکر
خود فراز داریم. این زده ما چگونه با محبت هایی که شما میکنیم میتونیم جبران کنیم. امیدواریم که میتونیم شما رو تغییرم ببینیم و از شما خواهش میکنم که برنامه تفسیر خبر رو نمایش رو هایی میتونیم زودتر بشه. با رضای بیدلیل های چلنگی ما بستاریم برنامه تفسیر خبر هر روز به دو سال اگه امکان داشته باشه اضافه پیدا کنیم. ممنون از شما. خیلی خدا سپاسگزارم عزیزم. ممنونم. ببین نازنین، برنامه تفسیر خبر هر برنامه دیگری اون یک ساعت دیگه مکسیمومه، نمیتونه دو ساعت، چون موضوع برنامه هم خسته میشه. موضوع برنامه باید تعمل کنه، فکر کنه، پاسخ بده، اداره کنه. و به نظر من زمان یک ساعت خیلی خوبه، زمانی است که به هر حال بیننده هم خسته نمیشه و برنامه رو دنبال میکنه. حالا امیدوارم یه روزای استثنایی ممکنه برنامه بذاریم که خب زمانش بیشتر باشه، اون چه روزای استثنایی. من رو به شما قول میدم در روز نابودی جمهوری ولایت فقیه من 20 ساعت برنامه یه جا میگذارم با همکارا. ممنونم. یک پیام کتبی رو میخوانم. با درود، درود به شما جناب نوریزاده. میخوام از شما و همه دوستان شما در کانال ایران فردا تشکر کنم. شماها آسایش و امنیت خودتان و خانواده را کف دست گرفتین تا صدای ملت ایران باشید. استاد شالنگی در برنامه تفسیر خبر مهمانی از کرج داشتن به نام آقای خسروی که از دوران شاه فقید صحبت کردند و از استبداد شاه فقید گفتند و از شرافتی که داشت. جناب نوریزاده، از روز که شما آدم انسان صادقی هستید و همواره در برنامه‌های خود رعایت کردین، حتی برنامه ایران فردا در برگیرنده اکثر گروه‌های سیاسی به جز مجاهدین هست، به این معنا که هر گروهی که تمامیت عرضه ایران را قبول دارد در برنامه ایران فردا دارای تریبون است. شاید با دیدن این برنامه ها جواب سوال من روشن شود، ولی میخواستم از زبان شما بشنوم. استبدادی که مخالفین شاه فقید به خاطر آن در کنار خمینی ایستادن چه بود؟ خوشبختانه با کمک اینترنت مشخص شده در دوران شاه فقید ایرانی پناهنده به اروپا و امریکا نداشته. این با استبداد بیگانه هست که در کشوری که استبداد باشد و کسی فرار نکنه یا در دوران شاه فقید به خاطر استخدام و تحصیل از کسی نمیپرسند دین تو چیست. اگر استبداد بود یا به قول علی افشاری شاه فقید ایران را اشغال کرده بود، پس چگونه بنی صدر و بازرگان تحصیل کردند، حتی برای ادامه تحصیل به خارج کشور رفتند، یا چگونه گروه های مختلف در آن استبداد دوره هم جمع شدند تا نقشه ترور آمریکایی های شاغل در ایران را بکشند. ببخشید پیام طولانی شد، ولی این حق منو و هم نسای من است تا بدونیم چرا سوختیم، چرا روشن فکرهای دهه 40 و 50 چسبیدن به نهضت خمینی. مگر دولت شاه چه کرده بود و کدام عمل ضد میهنی انجام داده بود که هنوز عده‌ای دست از سر خاندان پهلوی بر نمی دارن؟ تشکر. ببین عزیزم، استبداد، دیکتاتوری، نظام متمرکز، اینا همه معانی مختلفی داره. در زمان پادشاه محمد رضا شاه در همه عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی آزادی داشتیم، فقط یه جاهایی که مثلا میگفتن این به دین توهین نشه،
مانع انتشار بعضی کتاب ها می شدن یا عباراتی در می مد اگر به انتقادی مثلا به امام حسین، به حضرت علی، یا تمام این حرفایی که راجع به حضرت علی می شنویم وجود داشته، ولی ملت نمی تونستن بگن. 700 تا بنی قریظه رو یه روزه کشتن، یهود بنی قریظه، اینا تو تاریخ بوده، نمی خوندیم، گفته نمی شد. در مورد مسائل سیاسی بعد از سال 32 به مرور آدم های بادمجون دور قابچین اگه بهشون گفتن برو آقا جان یه ناخون وردا بیا، حتما میخواستن سر ببرن. در اون رژیم کتابای من در اومد، کتابای شاعران فلسطینی بعضن بسیار تند بود. چرا؟ محمود درویش، سالم جبران، فدوا توقان، اینا من ترجمه میکردم چاپ میشد. مقالاتی که مینوشتیم در فردوسی مقالاتی بود که مسائل مهمی توش بررسی میشد، اما به هر حال مثلا یک محدودیت هایی هم وجود داشت. به هیچ وجه این محدودیت ها نباید عاملی برای انقلاب میشد. در واقع رژیم گذشته نیاز به اصلاحات داشت. باور کنید، باور کنید، اگر زندیات دکتر شاپور بختیار یا زندیات دکتر صدیقی موفق می شدن برای مدتی طولانی زمام امور رو در دست داشته باشن، انتخابات آزاد برگزار کنن، ایران بهشت می شد، ایران بهشت بر این می شد. بعدم رضا پهلوی فرزند پادشاه ولیعت درس خونده در بهترین دانشگاه ها و مدارس اروپا امریکا می شد، با یک ذهن روشن و روشنگرا و طرفدار روشنی پادشاه می شد. اون وقت ما خیلی از مغرب و اردن که به جای انقلاب فرزندان پادشاه به سلطنت رسیدن، ما وضعمون بهتر بود. بعد شانس بودیم که شاه 6 ماه زودتر بختیار رو نخست وزیر نکرد، یا حتی دکتر امینی رو 1 سال زودتر نخست وزیر نکرد. ولی خمینی جایی نداشت، یه آدم متعجر آلوده که هبادش کردن. کی بود خمینی؟ آره عزیزم، امروز اینا که میشیدن راجبه، واقعا از آقای افشاری متاسفم که ایشون میگه شاه ایران اشغال کرده. ایران رو خمینی و سید علی اشغال کردن. اون پدر و پسر به ایرانی بودنشون افتخار میکردن. هر آنچه رو میخواستن برای سربلندی ایران بود. چی میگی آقا جان؟ متاسفم برات، متاسفم. خب یک پیام شفایی دیگر اگر بود. عرض سلام خدمت آقای نورزاده و برنامه های خوبتون که برای ما خوش میکنه. واقعا آقای نورزاده شرایط ما مردم ایران مشکل شده. ما که شما نمیستیم دیگه، هر روز ما برنج میخوریم، اونم دیگه دینا کار میکنم که برنجی که خودمون هم تولید میکنیم نمیتونیم دیگه هر روز بخوریم. این روزاده بود دیگه، زیتون که همیشه سر سفره های ما بود، محصولات شما رو بود دیگه، این هم برای ما گرون شده. این روزاده به صورت من نمیدونم این مشکلات مردم ایران چجوری حل میشه. نمیدونم مردم چرا دیگه غیرتی ندارن بخوام پشتن جامعه رو نجات بدن، این اخونه رو همه رو بندازن به زباردن تاریخ. در راحت چیم واقعا که از من میلیونم آران دیگه خاطی کنم. من نمیدونم اینا چی میکنن، برای خودشون ما هر سردار سپاه میبینیم گردن کلوف و شکم پروار و مردم بدبخت هیچ. همون هیچی که امام رایل گفت، همونم هیچ برای مردم هست، هیچ احساسی نداره و هیچ خوشی هم برای مردم. مردم باید به پخیزن و این حکومت ننگین رو به زوالدان تاریخ بندازن. ممنون، سپاسگزارم، خوشحالم
امروز تعداد زیادی از هموطنانم از شهرهای مختلف، قبایل مختلف، طوایف مختلف زنگ زدن و صحبت کردن. بسیار ممنونم ازتون. این که ایران فردا خانه همه ایرانیا باشه آرزوی من از روز اول بوده. با سلام خدمت آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده. در حالی که حتی یک نفر نمیتواند در ایران از نهادهای غربی کمک بگیرد تا فعالیت آموزشی و تبلیغاتی داشته باشد، صدها مسجد و مرکز اسلامی در آمریکا و اروپا با منابع جمهوری اسلامی ساخته و اداره می شود. تا زمانی که اسلامگرایی بخشی از ظرف تنوع خواهی در میان احزاب سیاسی غربی تلقی می شود و کسانی چون الهان عمر یا جرمی کوربین در میان احزاب غربی جای داشته باشند، بعید است بتوان تصور کرد که غرب درکی از خطر این جریان دارد. به همین دلیل است که مثلا در توییتر مقامات سیاسی کاردان غربی را سانسور، ولی عکس بستنی لیست زدن طالبان را برای عادی سازی این گروه منتشر می کنند. تصور متحول شدن اسلامگراها در هر جایی چیزی باطل است. پارسیان ایتالیا. کاملا باید موافقم پارسیان عزیز، کاملا تعبیر و تفسیر درسته. این آدمخواران طالبان رو، این گراس‌های وحشی رو توی هواپیمای قطری تو فرست کلاس نشونده بودن و جلوشونم سینیای بود. نخه طالبان دیگه، دو روز دیگه هم یه آبجو اسلامی براشون میذارن تا بعد اسلامیشم وردارن. بله دارن بزکشون میکنن. دقت کنید از اون دفعه ریشاشون یه خود کمتر شده. صبر کنید حالا بیشتر از این هم کم میشه. بزکشون هم میکنن، دوزکشون هم میکنن، بانوارنشون هم با چادر چاخچور میان تو تلویزیونشون حرف میزنن. ای لعنت به این توطئه‌گران که با سرزمین های ما به خاطر نادانی خودمون چه کردن. چرا مردم افغانستان دنبال احمد مسعود نرفتن؟ چرا بهش کمک نمی کنن؟ پیامش رو که دیدیم. همینجوری نمیشه طالبان رو برکن. همت میخواد. همینجوری نمیشه اسلام نابه انقلابی محمدی شیعه رو برکن. همت میخواد. مردم لبنان کشته دادن بر ضد حزب الشیطان. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.